سلام، شبتون بخیر. برنامه امشب هتریک اختصاص به بررسی بازی‌های هفته 17 لیگ برتر ایران داره. ما در این برنامه مثل همیشه بدون سانسور در مورد مهمترین اتفاقات فوتبال ایران صحبت می‌کنیم. لطفاً در یک ساعت پیش رو ما رو همراهی کنید. قراره که همه مسابقات ورزشی از این به بعد با حضور 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها برگزار بشه، چیزی که در بازی‌های لیگ برتر هم تا حدودی رعایت شد، گرچه در تهران نداشتن انگیزه برای هواداران در این اوضاع و احوال که سرکوب‌ها به بدترین شکل ممکن ادامه داره باعث شد استقبال خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که باشه که اعلام کرده بودن، اون 30% که مسئولا اعلام کرده بودن. همینطور قیمت وحشتناک بلیت‌ها که برای جایگاه ویژه به 1 میلیون تومان می‌رسید دلیل دیگه بود برای خالی موندن صندلی‌های ورزشگاه آزادی که گفته میشه طبقه دومش هم قابل استفاده نیست. البته همه بازی این هفته هم با حضور تماشاگر نبود، مطابق معمول با بهانه‌های واهی مثل نبودن زیرساخت، تماشاگر زن هم نمیتونستن که وارد ورزشگاه‌ها بشن. یک هفته از افشاگری‌ها درباره خبر وحشتناک تعرض به 15 نوجوان در یک مدرسه فوتبال در مشهد می‌گذره. دقیقاً جمعه گذشته بود که جواد تاری‌بخش، مدیر رسانه‌ای سابق شهر خودرو، با انتشار یک استوری شوکه کننده در اینستاگرامش از مراجعه والدین 15 بازیکن یک باشگاه فوتبال پایه در مشهد به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان برای شکایت از این باشگاه و مربیاش به دلیل تعرض به فرزندانشون خبر داد. در استوری تاری‌بخش تاکید شده بود که این مدرسه فوتبال بدون مجوز در رقابت‌های رسمی حضور داره. واکنش مسئولا اما به رسانه‌ای شدن این خبر دردناک و فاجعه بار بود و عمق فاجعه رو بیشتر نشون میداد که برشکل به این جوان‌ها، به این نوجوان‌ها تعرض شده و حالا سایه دعواهای مقامات ورزشی و فوتبالی استان خراسان بر سر پست و مقام گرفتنه که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم، بیشتر اونو باز می‌کنیم. با وجود اینکه هاشمی جواهری، مدیر کل ورزش استان خراسان، شکایت خانواده‌ها و همچنین فعالیت بدون مجوز باشگاه رو تایید کرده، اما محسن حیدری، دبیر هیئت فوتبال خراسان، در یک برنامه تلویزیونی به سبک سایر مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده پول خرج شده تا این خبر در کانال‌های خبری کار بشه و در اظهار نظری عجیب‌تر او گفته که اگر از موضوع مطلع بود اون رو در نطفه خفه می‌کرد. با وجود تلاش مسئولان بیکفایتی مثل آقای حیدری برای رسانه نشدن این خبر، خبرهای مربوط به فجایعی از این دست همیشه در نطفه خفه نشده و بارها حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم انعکاس پیدا کرده. متاسفانه یک سری تصاویری به دستمون رسید که تا این حد که من به مدیر شبکه خواهش کردم اگر میشه ما این برنامه رو نریم، یعنی اینقدر حالم بد شد. اون کسی که اسم خودش رو مربی میذاره توی خوابگاه چه کارهایی که با بچه مردم نمی کنه و نه من میتونم اون مسئله رو بازش کنم الان براتون بگم، نه اون تصاویر قابل پخشه. این واقعیت وجود داره، آدمهای بیماری که مربی هستند و فرزندان مردم در اختیارشون هستند. این وسط احسان اصولی با عنوان رئیس هیئت فوتبال استان خراسان و سخنگوی فدراسیون فوتبال طبق معمول ادعای خنده‌داری کرد و گفت فدراسیون از طریق رسانه‌ها متوجه این موضوع شده و هیئت فوتبال خراسان و فدراسیون شکایتی در این باره دریافت نکرده. با رسانه‌ای شدن ماجرا در سطح گسترده، حمید سجادی وزیر ورزش هم چاره‌ای نداشت جز اینکه دستور پیگیری بده. دادستانی عمومی و انقلاب استان خراسان هم تایید کرد که موضوع شکایت جمعی از خانواده‌های این نوجوانان رو در دست بررسی قرار داده، اما در کمال ناباوری مدعی شد کسی در این شکایت مدعی تعرض جنسی نشده و خانواده‌ها صرفاً مطالبی مبنی بر تغییر رفتارهای فرزندانشون ناشی از عملکرد مدیر باشگاه رو مطرح کردند. از همه عجیبتر اینکه روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته این باشگاه با وجود تمام این مسائل وحشتناکی که در موردش مطرح شده با نامی متفاوت صبح دیروز در رقابت‌های زیر 15 سال به شکل رسمی حضور پیدا کرده. اعتماد همچنین مدعی شده که اولین شکایت خانواده‌ها به سازمان ورزش و جوانان اواسط دی ماه انجام شده بوده.
متهم اصلی پرونده در مصاحبه با روزنامه همیهن متوسل شده به راه فرار همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در پاسخگویی به تمام فجایع 40 و چند سال گذشته ایران. او گفته هیچ اتفاق ناگواری نیفتاده و این خبر صرفاً سناریو از سوی اتاق فکر آمریکا برای تخریب چهره جمهوری اسلامیه. به نوشته همیهن، بخارایی مدیر این مدرسه فوتبال هم با رد دریافت هر گونه شکایتی در این باره گفته چنین موضوعی طراحی افرادی در کشور آمریکاست که قصد دارند برای فوتبال و کشور ایران حاشیه درست بکنند. گفتیم که این اولین بار نیست که موضوع آزار و تعرض جنسی در مدارس فوتبال در ایران چه از سوی چهره‌های مطرح فوتبالی چه از در واقع دیدگاه رسانه‌های داخلی مطرح میشه و البته هیچ وقت هم رسیدگی قضایی در پرونده‌های این چنینی صورت نگرفته. محمود کلهور، ناصر فرادچیران، مهدی مهدوی‌کیا و مسعود شجاعی از جمله چهره‌های مشهور فوتبال ایران هستند که در سال‌های گذشته نسبت به وقوع فاجعه‌هایی از این دست در مدارس فوتبال هشدار دادند. من دارم یه سوال، منتظر چه اتفاقی در فوتبال مملکت، چه انقدر به جوانان نوجوانان مملکت ظلم میشه؟ حتما بعد کار به مسائل آزارهای جنسی و این مسائل برسه، بعد یه برخوردی صورت بگیره. کسایی که دارن تخلف میکنن تو فوتبال مملکت رو شناسایی کنیم، از کار برکنار کنیم. مگه میتونه هر کسی وارد فوتبال پایه بشه؟ آقا در فوتبال آلمان کسایی میتونن وارد فوتبال پایه بشن؟ خود ما مثلا بازیکن بودیم که 11 سال در بوندسلیگا بازی کردیم. کسای دیگه، شما یه عدم سوءپیشینه باید بگیری و اگر قراره با بچه سر کار داشته باشی یه چیزی بالاتر از عدم سوءپیشینه باید ارائه بدید که اون از یه ارگان خیلی بالای دولت آلمان باید بیاد. هر کسی نمیتونه وارد فوتبال پایه این مملکت بشه. بچه ها معصومن، گناه دارن. حالا اصلا دانش مربیگری به کنار، کسایی باید وارد فوتبال بشن که سالم باشن، بدونن با این بچه چه اتفاقی قرار بیفته. بله، حضور چنین افرادی در فوتبال پایه ما فکر می‌کنم که باعث آزار و اذیت همه اهالی فوتبال میشه، یه جوری روح فوتبال رو دچار مشکل میکنه. محمد تقوی اینجا در کنار ما هست. محمد خیلی خوش اومدی. هفته پیش کوتاه صحبت کردیم، اما توی یک هفته گذشته دائما صحبت‌ها در این مورد بوده. خودت بگو از تجربه که در فوتبال انگلیس و در فوتبال پایه‌اش داشتی. ببینید خیلی مهمه، همونجوری که الان مهدی گفت، بچه‌ها معصومن، بچه‌ها آسیب‌پذیرن، نیاز دارن که تمام جامعه از این بچه‌ها حمایت کنن، اونا رو در واقع ساپورت کنن. چرا؟ چون این بچه‌ها فردا بزرگ میشن، تصمیم گیرنده میشن تو جامعه. اگر این بچه‌ها در کودکی اتفاقات تلخی براشون بیفته، مطمئناً در آینده تاثیر میذاره تو جامعه. ببینید، من خیلی متأسفم تو فوتبال ما، حالا تو کشور ما، اصلا اینو سرپوش میذارن. آقا این هست، همه جای دنیاست، فقط ایران نیست. باید اینو قبول کنید. حتی تو انگلیس اتفاق افتاده. هست، اما چی کار کردن؟ ببینید مهم اینه چی کار کردن. در انگلیس یکی از بزرگترین کارهایی که انگلیس کرد و مانع بش از این اتفاقات تلخ این بود که الان دیگه بازیکنای زیره، ببینید در قانون انگلیس تا 18 سال بچه است. ببین 18 سال هم بچه حساب میشه، به محض 18 و 1 روز میشه بزرگسال. یعنی نگاه نکنید ممکن ریش و سیبیل داشته باشه، هیکلش هم بزرگ باشه، علاوه قانون این بچه است. طبق قانون انگلیس بچه‌ها دیگه نمیتونن قرارداد حرفه‌ای ببندن، دیگه نمیتونن از خانواده‌شون جدا باشن. چون قبلا اینطور بود، بچه‌ها رو میوردن در یه خونه‌ای میذاشتن زیر نظر مربیای در واقع پاییه و این اتفاقات براشون میافتاد. برای اینکه جلوگیری کنه از این موضوع گفتن دیگه حق ندارین بیشتر از 15 کیلومتر یا 16 کیلومتر 10 مایل بیشتر از این نباید فاصله باشگاه و خونه اونا باشه. حالا یه بازیکن خوب پیدا میکنه یه باشگاه، میگه من میخوام اینو بیارم، موظفه پدر مادر این بچه رو بیاره خونه نزدیک باشگاه بگیره و در واقع این پدر مادر باشن که بچه رو میارن و بچه رو میبرن. ببین خیلی مهمه، اومدن آموزش دادن در کنار این موضوع که در واقع والدین شرکت دادن، این ولف کردن تو بچه‌ها، اومدن یه در واقع کورس‌های مخصوص گذاشته، همون چایلد پروتکشن، یعنی از بچه‌ها چطور مراقبت کنی. و خیلی جالبه برای من، خیلی جالبه، هر سال، هر یک سال دو سال شما موظف، من خودم برای اینکه این کورس بگذرم که مدرک مربی اون کارت مربی گیرم بیا هر دو سال برم اینو بگذرم، همین کورس رو واقعا یه هفته پیش گذروندم. و وقتی فوتبال ایران میبینن که با یه دونه مدرک دی میتونن برن مدرسه فوتبال باز بکنن و همه کار بکنن، هر کاری دلشون بخواد بکنن، هیچ کدوم بهشون کاری ندارن، یه زمین اجاره بکنن و مدرسه فوتبالشون رو راه بندازن. یه موضوع خیلی در واقع خیلی سخت برای من اینه که متاسفانه
آموزش که مهمترین موضوع حل مشکلات در کشور ما نادیده گرفته میشه. ببینید آموزش اینه که الان من میبینم اتفاقی تو مشهد افتاده، میگن یه بچه‌ای که مربی بود جوون بود اگه اشتباه نکنم، من فکر میکنم این بچه مطمئنا ممکنه، نه اینکه 100% ممکنه همین اتفاق در کودکی برای این بچه افتاده و خیلی ها اینجا این حرفو میزنن، میگن خیلی از مربیایی که حالا یک جایی که خب معلومه هزار تا الله فاسدن اینا رو بزنیم کنار، اما یه سری آدما هستن که اتفاق در کودکی براشون میفته برای اینکه انتقام بگیرن یا برای اینکه فکر میکنن درسته، برای اینکه فکر میکنن عادیه، همینایی که در واقع خودشون قربانی بودن در زمان بچگی وقتی به سن بود تحقیق بکنن روشون. دقیقاً موضوع همینجاست، با تحقیق اون سی آر بی چکی که در واقع میتی مدوی که میتی میگفت که باید اینا رو ببینن چیه، دقیقاً همینجاست، همه موضوع در نظر گرفته. بعد محمد یه مورد دیگه الان میبینیم که 5 6 ماه دیگه قراره که انتخابات هیئت فوتبال مشهد انجام بشه اونطور که بادامکی اعلام کرده بود و گفته میشه که این ماجراها یه جوری اختلاف دو دسته است بین اونایی که در واقع تو وزارت ورزش هستن تو اون منطقه توی استان خراسان رضوی و هیئت فوتبال که در واقع اینا باعث شده که این خبر لو بره. من فکر می‌کنم که این دیگه صورت مسئله رو پاک کردنه. ببینید ما الان ممکنه بعداً دوباره بیشتر مفصل‌تر در این موضوع صحبت کنیم، اما موضوعی که من خودم اعتقاد دارم خیلی باید بهش بپردازیم اینه که اصلا اینطور باشه مگه این اتفاق نیفتاده؟ اینکه شما وقتی با هم بد میشین میخوان همدیگه رو خراب کنی یه موضوع میاری بالا، این بدتر نشون میده خیلی اتفاقات دیگه. این تکذیب فکر میکنم که خیلی بده که هر اتفاقی میفته تکذیب میکنم، میگه نه افتاد اصلا اینجوری نبوده، آمریکا پاش وسط خب. خیلی مسخره، دشمنه نمیدونم. این من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که با توجه به اتفاقاتی که دو سه ماه اخیر افتاده، بازم میگم هیچ چیز عادی نشده، ما باید هی با تکرار کنیم هیچ چیز عادی نشده و اونا هم خیلی خوب میدونن. چرا خیلی خوب میدونن؟ به دلیلی که الان احساسات مردم ایران جریحه دار شده و هر لحظه با هر موضوعی ممکنه دوباره این آتیش زیر خاکستر دوباره شعله ور بشه. این یکی از اون موضوعاتش که یک سری بچه بیگناه در فوتبال مشهد تعرض میشه بهشون و هیچ عکسانه نش اینو برای اینکه این صورت مسئله رو پاک کنن و این آتیش رو خاموش کنن اومدن در واقع پدر مادر رو مدت زیادی دو سه هفته اتفاق افتاده بوده و خبرش درز نکرده بود تا اینکه یه خبرنگار میاد خبر رو اعلام میکنه. من مطمئنم این موضوع فقط مختص مشهد نیست، این موضوع مختص تهران، مازندران، گیر همه جای ایران و همه جای دنیاست. ببینید من نمیخوام بگم فقط ایرانه، ولی موضوع اینه که نباید سرسری با این موضوع برخورد کنن، نباید به این راحتی فراموش کنن، بگن اختلاف دوتا ارگانه و این وسط به نظر من متهم اصلی وزارت ورزش و متهم اصلی فدراسیون فوتبال هستن. این دو مرجع باید رسیدگی کنن، ممکنه در کشتی باشه، ممکنه در وزنه برداری باشه، همه ورزش‌ها بچه‌ها آسیب پذیرن و این دو مرجع به نظر حالا اون فوتبال خراسان بذاریم که اون مربی فوتبال بذاریم که خب اتفاق افتاده و خیلی خیلی تلخه روست. اما این دو مرجع باید رسیدگی کنن و این دو مرجع وظیفه‌شون اینه که از بچه‌ها حمایت کنن. وقتی نمیتونن حمایت کنن بذارن بره، البته هیچ کس تو ایران نمیذاره. نه متاسفانه این اتفاق نمیفته تو ایران. بله. و ما بازم در برنامه بعدی که دوشنبه خواهد بود راجع به موضوع سعی می‌کنیم که صحبت بکنیم، ابعاد قضیه رو بیشتر باز خواهیم کرد. اما بریم سراغ لیگ برتر که استقلال بعد از دو شکست پیاپی برابر تراکتور و سپاهان و کسب تنها یک امتیاز از سه تا بازی آخرش در دیدار خونگی به دیدار تیم ملوان بندرنظری رفت. آخرین بار استقلال 7.5 سال پیش در ورزشگاه آزادی از ملوان میزبانی کرده بود، دیداری که با برد 2-0 استقلال همراه شده بود. استقلال برای این مسابقه هم حسین حسینی رو به خاطر مصدومیت در اختیار نداشت و علیرضا رضایی در ترکیب استقلال قرار گرفته بود. با نظر ساپینتو بار دیگه کوین یامگا در نقش مدافع راست بازی می‌کرد و در پیشانی حمله محمد محبی، ارسلان مطهری و مهدی قایدی بازی می‌کردند. ملوان هم که با مازیار زاره 6 بازی بدون شکست رو پشت سر گذاشته بود و در جام حذفی هم با رأی کمیته انضباطی بازی باخته برابر نفت مجلس سلیمان رو برد 3-0 عوض کرده بود، با امیدواری زیادی راهی ورزشگاه آزادی شده بود. بریم گزیده‌ای از بازی استقلال و ملوان رو به اتفاق ببینیم. توپ حرکت میکنه، بازیکن ملوان سانتر بلنده مجید عیدی، موقعیت برای قاضی پور، در حالی که رضایی هم تسلیم شده بود چشمی این اعتقاد رو نداره و دروازه تیمش رو نجات میده و نمیگذاره بازی یکیچ بشه. فوق‌العاده اون حرکت چشمی. مهری پاس برای یامگا، سرشو بالا میگیره، حالا ارسلان رو پیدا میکنه پشت محوطه جریمه ارسلان، مطهری داره تک به تک میشه با صادقی، علیرضا خوشکفا از پشت سر اومد و خطا کرد.
داور اعتقاد داره که یک کارت زرد کافیه. ضربه آزاد رو سعید مهری میزنه. شوتش از کنار دروازه به بیرون میره. بارانی توپو لو میده. سلمانی قایدی رو راهی دروازه میکنه. قایدی خوب حرکت میکنه. نگاه میکنه منطقه جریمه. پاس به دهانه دروازه، موقعیت و گل. گل برای استقلال. پدرام قاضی پور بود که از پشت سر اومد، هم روی مطهری خطا کرد هم گل به خودی زد. یکی از عجیب ترین گل به خودی های این فصل رو مشاهده میکنیم. اشتباه قاضی پور و نتیجه 1-0 برای استقلال یا این حرکت دیدنی قایدی و پاسش به مقابل دروازه. یک بار دیگه قایدی، حرکتی از مهری پشت منطقه جریمه، محبی و 2-0. 2-0 برای استقلال. پنجمین گل فصل محمد محبی که بهترین خرید فصل استقلال بوده. یک بار دیگه ببینیم، بازم از همون سمت چپ ضربه میزنن. این دفعه پاس مهری، کنترل عالی محبی و ضربه تمام کننده اش. 2-0. هر دوبار مدافعای ملوان جا موندن. مهری که پاس دیدنی برای قایدی، فرار قایدی، تک به تک با صادقی، قایدی ضربش رو میزنه که از کنار دروازه بیرون میره. سعید کریمی هم در تلاش برای نجات دروازه خودی خورد به تیر دروازه. امیدوارم که مشکلی نداشته باشه. بعد جوری خورد به تیر. میخورد قایدی، رضاوند، پاس به بیرون. رضا میرزایی، عکس العمل دیدنی صادقی. اجازه نمیده بازی 3-0 بشه. گل سوم دیگه مهر پیروزی استقلاله. اون طرف بازیکن ملوان در پی جبران هستن. ارسال بلند برای محمد صادق بارانی. بارانی ضربش رو میزنه، میخوره به حامدی فر و گل نمیشه. میرزایی، خود رضا میرزایی از خوشکفا عبور میکنه. پاسش به دهانه دروازه، مطهری و 3-0 برای استقلال. گل سوم رو دیگه خود ارسلان میزنه. سومین گل فصلش هم هست. چه اشتباهی میکنه ایمان صادقی، ضرب نداشت، باید رو جمع میکرد اونجا. عبدالله حسینی هم جامون. ضربه رو مهری میزنه، ضربه سر تماشای چشمی و گل چهارم برای استقلال. 4-0 گل خیره کننده استقلال در ورزشگاه آزادی. راموس وار با یک ضربه سر تماشایی چشمی دروازه رو باز کرد. و این هم سود پایان مسابقه، برد 4-0 استقلال مقابل ملوان. تماشاگرها کم بودن، اما همون تماشاگرها کم علی کریمی و بوریا غفوری رو هم تشویق کردن در ورزشگاه آزادی. تصاویرش در رسانه اجتماعی پخش شد. آمار بازی هم نشان از برتری استقلال داره، اگرچه اونا 5 تا شوت زدن که 4 تاش گل شد، البته یکیش هم که گل به خودی شد. 2 تا شوتشون که زدن به سمت دروازه فقط گل نشده در این مسابقه. استقلال بعد از 139 روز حضور با حضور تماشاگرش در ورزشگاه آزادی بازی رو برد. اونا آخرین بار نساجی رو در حضور هوادارانشون برده بودن. ملوان تا قبل از این بازی 511 دقیقه بود گل نخورده بود. بازی فوق‌العاده روزبه چشمی رو هم باید بهش اشاره بکنیم، به نظر من یکی از بهترین بازی‌های چشمی در دوران بازیگریش بود و سعید مهری هم عالی و پخته‌تر از گذشته بازی کرد. بریم سراغ محمد تقوی و بحث فنی مسابقه. محمد، ببین وقتی یه تیم میخواد ببره حداقل 8 تا بازیکن باید خوب بازی کنه، حداقل. اما به نظر استقلال هر 11 تاشون خوب فوتبال بازی کردن. البته تو این بین به نظر من محبی، قائدی، سعید مهری، ارسلان مطهری خیلی خوب بودن. از همهشون بهتر روزبه چشمی بود. من اینجا توضیح میدم. من مستقیم میریم گلایی که استقلال زد. این گل اول استقلال. ببین استقلال در زمانی که صاحب توپ میشه توی موقع، ببین چطور پرس میکنه. ببین این نفر یک به یک در مقابل پرسیدن استقلال، به معنی اینکه اون یک سوم میانی توپو میگرفت، ببین 1-2-3 اون تردمنرانی که خیلی مهم، ببین چطور 1-2-3 مهدی قاضی رو سمت دروازه راهی میکنن. در عرض 10-11 تو به گل میشه. مهدی قاضی وقتی میره ببینید خط دفاع ملوان واقعا دقیقه 30-35 دیگه به هم شما
شما این فضا رو ببینید، مثلا در سمت راست اون بازیکن چطور از پشت میاد، یعنی این در واقع آشفته بودن، سراسیمه بودن. این توپ در هر حال اگرم خودت مدافع نمی‌کرد تو گل پنالتی میشد. ببین این فضاهایی که در اختیار بازیکن تیم استقلال می‌ذاشتن، نه به این دلیلی که دفاع خیلی بد بود، استقلال به محضی که توپ میگرفت سریع میرفت تو حمله. اما اوج بازی استقلال به نظر من زمانی بود که یکی جلو بود. ببین استقلالی ها زمانی که توپ میگرفت در زمان ترانزیشن عالی میرفتن تو حمله، اما یه زمانی بود بازی رو کنترل میکنه. این بازی در واقع حساب شده استقلال دقیقه 40 خودش قشنگ نشون میده. ببین بازیکن استقلال چطور دارن بازی رو کنترل میکنن که چه اتفاق میفته. ببین چند تا پاس میدن، 1 2 3 4 5 6 میرن عقب، میان جلو، ما این تند کردن که بخاطر مشخص بشه. اما در نهایت چی میشه؟ میاد عقب، روزبه چشمی میبره چپ، از چپ دوباره ببینید اصلا عجله ندارن، دوباره میره عقب، از عقب. ببین من برای چی اینو توضیح میدم، چه اتفاقی در نهایت میفته. این پاسا بی هدف نیست، این پاسا دقیقا نشون میده که استقلال دنبال چیه. واقعا این صحنه که صحنه‌های دیدنی فوتبال ما بود، تمام این پاسا داده میشه. بازم میگم پاس فقط برای پاس دادن، در نهایت چه اتفاقی قرار میفته؟ در نهایت 22، ببین 23 پاس، 23 24 22 23 24 25 حالا ببین چه اتفاقی افتاده. ببینید چند تا بازیکن استقلال توش باختن، 6 تا، یعنی با این پاس 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 خودش رو رسوندن تو 18 قدم تیم ملوان، برتری عددی به وجود آوردن. ببین تمام این پاسا برای اینکه شما برسید تو باکس و 6 نفر خودشون رو برسن اونجا. اونجا بر این اون چیزی که در فوتبال میگن چرا بازی از خط دفاع شروع میشه، برای اینکه آروم 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 شما برسید به 1/3 حمله تو 18 قدم و اونجا تعداد نفرات زیاد داشته باشید، موقعیت گل بشه. اگر این توپ گل میشه به نظر من یکی از بهترین صحنه‌های فوتبال ایران میشد. واقعا دیدنی بود که دروازه‌بان گرفت، یعنی استقلال تو این صحنه. اما روزبه چشمی، این گل دومی، ببین روزبه چشمی به محض اینکه توپو میگیره، ببین واقعا بی‌نظیر بازی که بعد با توضیح میدیم، به محض اینکه توپ میگیره اون حرکتی که ما گفتیم ترانزیشن مثبت، توپ استقلال میگیرن چطور میرن تو حمله، 1 2 که بازم میگم سعید امیری که روزای خوبش بود، توپ وقتی میسپره شما به نوع حرکت محبی نگاه کنید از کجا خودش میرسونه، باز 4 در مقابل 4 میشن، دفاع سراسیمه ملوان هیچ کاری نمیتونه، فضا در اختیار کامل در اختیار تیم استقلاله. و اینجاست که بی، یعنی واقعا مهری یک پاس عالی دیدنی میده، یعنی یکی از بهترین بازی مهری تو این دو سه سال بود. وقتی میسپاره به محبی، محبی تو میکنه تو گل در منطقه 14. اما ببینید محبی چطور اونجا حرکت میکنه. ببینید در فوتبال خیلی مهمه بعضی مواقع شو ببینید سه تا دفاع دارن میرن به محض کسی، ببین چیکار میکنه اونجا، فقط وامیسه. ببینید اون چیزی که در فوتبال مهمه، شما بعضی موقع برای اینکه برای خودت فضا درست بکنی، کاری که مسی بی‌نظیر میکنه کاری نمیکنه، فقط وامیسه. همه بازیکن در حال حرکتن، فضا براش به وجود میاد، به محض اینکه همه میرن وامیسه توپ میگیره، کنترل بهش میگه، حتی کنترلش هم خیلی خوب نبود، اما اینقدر فضا براش فراهم بود که توپو کرد گل. و یک بار ترانزیت مساعد، باز در متن حرکت کیه؟ روزبه چشمی. ببینید میاد توپو قطع میکنه، خیلی مهمه کار روزبه چشمی در شروع ضد حملات استقلال. توپو میسپاره برای کی؟ برای در واقع میرزایی. بازم شما نگاه کنید دفاع سراسیمه ملوان، چرا سراسیمه میشن 2 در مقابل 3؟ چون ضد حملات استقلال حملات سریع شد، انقدر سرعتی زیاد بود که این تیمو وادار به اشتباه میکرد. یک گل دیگه توپ کردن تو گل، یعنی بازم میبینم خوشحالی نمیکنه، بهش میگن درود به شرفش. اینجا گل روزبه چشمی، یعنی تمام حرکات خودشو کامل کرد، یعنی ضربه سرش عالی بود. اما چرا ضربه سر عالی؟ ببینید من همیشه میگم تو فوتبال وقتی توپ این سوینگ میشه یا درونگرا به قول شما یا کات داخل پا میشه، درست. اون کسی که میخواد ضربه سر رو بزنه لازم نیست محکم ضربه بزنه، فقط باید توپ چیکار کنه؟ اشاره کنه، هدایت کنه، اشاره کنه، چون توپ خودش داره میره توی دروازه. این کار روزبه چشمی عالی میکنه. شما وقتی اوت سوینگ، یعنی توپ بیرونگرا، شما باید حتما به توپ ضربه بزنید، اما وقتی تو داخل میشه شما فقط باید توپ بسابونی، که این کار عالی میکنه روزبه چشمی، یعنی کامل میکنه بازی خوب خودش رو با این گل. دو تا پاس گل شروع میکنه، یه پاس یه گل عالی هم میزنه. اما فقط این نبود که روزبه چشمی تو حمله خوب بوده باشه. شما ببینید نقش روزبه چشمی در دفاع، یعنی از اون روزایی که من همیشه میگم روزبه چشمی یکی از بهترین مدافعین وسط ایران میشه، اما متاسفانه نمیدونم چرا این چند سال اخیر نتونست اینجا بازی کنه. این بازیکن ضربه سر رو میاد تمام ضربه اولا رو میزنه، چه از کنار چه از روبرو. اینجا دوباره نگاه کنید میاد ضربه رو میزنه، چه واقعا این صحنه، اگر این توپ میرفت تو گل کار استقلال خیلی سخت میشد. 0-0 دقیقه 11 دروازه گل میخورد، تو رو خط دروازه برمیگردونه. باز ببینید این پوششی که میده توپ، این اعتماد به نفسی
که پیدا کرد نگاه کنید تو ایجاد قشنگ میاد بازیکن مقابل دریبل میکنه، ببینید این اعتماد به نفس یه بازیکن، تو یک در مقابل به این راحتی دریبل میکنی، به خودت باور داری، یه بار دیگه نوع بازی ببین اینجا وامیسته، نگاه میکنه به من ببین این خیلی مهمه، شما وامیسی به معنی که تو میاد عکس العمل نشون میدی و واقعا روز به چشمی من اعتقاد دارم بهترین بازی این چند سال حتی تو جام جهانی که اون بازی کرد، این بازی واقعا بی‌نظیر فوتبال بازی کرد، مرد به نظر مرد هفته میتونه بشه با تو این بازی. بله خیلی متشکرم از محمد تقوی. بریم سراغ بقیه بازی‌های این هفته. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این هفته نساجی در قائمشهر میزبان سپاهان تیم دوم جدول رده‌بندی بود. سه امتیاز این بازی برای سپاهان به معنای امیدواری بیشتر در مسیر تعقیب پرسپولیس صدرنشین جدول بود. قبل از شروع بازی بازیکن سپاهان با شاخه‌های گل به سراغ هواداران نساجی رفتن، تماشاگرانی که بعد از مدت‌ها تونسته بودن بازی تیمشون رو از نزدیک ببینن. بریم گزیده‌ای از بازی نساجی و سپاهان رو ببینیم. بهترین مدافع گلزن مسابقات لیگ برتر، یه پاس دوال فرصت برای عبدالکریم اسلامی و نساجی. در هفته 17ام لیگ برتر از ورزشگاه پیر وطنی قائمشهر صدای هواداران نساجی شنیده میشد و این یعنی بعد از مدت‌ها یک بازی خانگی واقعی. سرتوشان سپاهان اما برای پیروزی در این بازی یک آمار روحی بخش داشتند. 5 برد متوالی در رویارویی‌های اخیر و البته یک انگیزه بزرگ برای کسب 3 امتیاز تا همچنان جدی‌ترین تعقیب کننده پرسپولیس در صدر جدول باشند. باتوبی که با اختلاف 2-3 متر از روی دروازه به بی شریف اونجا، برای همین تساوی بدون گل در نیمه اول خیلی به درد سپاهان نمیخورد. یه ضربه از راه دور و توپ خطرناکی که از کنار دروازه به بیرون میره. دقیقه 51 کار تیمی عالی شاگردان ژوزه مورایس دروازه حقیقی رو باز کرد. توپ رها میشه، حالا فرصت برای سپاهان و گل. گل توسط امید نورافکن، پاس رامین رضاییان و گل 3 امتیازی امید نورافکن. نساجی که از زمان بازگشتش به لیگ برتر هیچ وقت در قائمشهر سپاهان رو نبرده، این بار هم تلسم شکنی نکرد. چهارمین شکست در 7 هفته اخیر برای شاگردان امید مطهری و سومین برد متوالی سپاهان که اونها رو دوباره به رتبه دوم جدول رسوند. عباسی به بیرون میره. سپاهان در برابر نساجی پیروز شد، باز هم با آمادگی رامین رضاییان، پاس گلش و البته امید نورافکن که گل زد در این مسابقه، بازیکنی که کیروش نامش رو برای حضور در جام جهانی خط زده. محمد راجب سپاهان صحبت بکنیم، آیا میتونه تهدید کننده پرسپولیس باشه؟ مطمئناً میتونه. ببینید خیلی خوب سپاهان خودش رو رسوند. الان ببین به 2 امتیاز، اگه اشتباه نکنم به 2 امتیازی تیم پرسپولیس رسیده. 3 امتیاز فکر می‌کنم. 2 امتیاز 35 بودن، 30 بودن، الان 3 امتیاز گفت 2 امتیازی. خیلی خیلی مهمه. نکته مهم‌تر اینه که مرایز به نظر من یه مربیه که به هیچ عنوان تحت تاثیر شرایط اون خونسردی خودش از دست داره. چند بار دیدیم حتی تا سپاهان نتایج بدی گرفت اما کارش داره درست انجام میره. به نظر من یکی از مربیایی که من فکر می‌کنم خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه که داره میکنه. تیم سپاهان خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه. تو این شهر ما میرامین رضاییان به نظر من یکی از مدافعین عالی که بی تردید همین الان بدین دفاع راست ایرانه. یا امید نورافکنی که خیلی امید نورافکن دفاع چپ بود، بعد اومد هافبک دفاع، حالا داره وینگر بازی میکنه و گل میزنه. ببینید همین رو نشون میده سپاهان به یک شرایطی رسیده که حالا باید هم پرسپولیس هم استقلال تیمای دیگه باید مراقب تیم سپاهان باشن. اما در مورد نساجی ببینید، نساجی درسته من قبول دارم در شرایط معمولی نساجی نباید سپاهان ببره، در شرایط معمولی، اما نساجی توی یکی دو سال اخیر نشون داده که تیم باقی کیفیتیه، نباید به این راحتی. ببین صحنه‌ای که در واقع مونین رفکن توپو میزنه تو گل، بازم میگم در یک شرایطی که توی 18 قدم شما راحت کنترل کرد اون ضربه کرد، بازم میگم یه چایی برای خودش ریخت رو نلبگی چاییش هم خورد. بعد ببینید منظورم اینه که این زمان لازم شما توی 18 قدم نباید به هیچ بازیکن خصوصا نورافکن بدی، بازیکنی که از 40 متری میزنه تو گل، چه برسه تو 18 قدم تو گیرش بیاد. برای همین باید یه مقدار در واقع سختگیرانه در مقابل تیمای مثل استقلال، پرسپولیس و سپاهان بازی کنه. در واقع این سری درست بازی رفت اگه اشتباه نکنم نساجی برد سپاهانو تو خونه خود سپاهان، اما این اواخر هم جلو پرسپولیس بعد باخت، هم جلو استقلال همین بازی و یه مقدار تماشاگرای نساجی هم ناراحتن. اما بازم میگم نساجی، نه اینکه ما انتظار داشته باشیم، انتظارمون از نساجی اینه که
تیمی باشه که به این راحتی در مقابل تیمای بزرگ اینجوری در واقع نتیجه رو واگذار نکنه و همین باعث شد این مقدار تماشاگر رو در واقع ناراحت باشه. اما اعتقاد دارم تو این شرایطی که این روزا سپاهان هست خیلی سخت در مقابل سپاهان بازی کنه، چون خیلی خوب یاد گرفته ببره. بله مهم. اما میخوام یه اشاره بکنیم به لیگ فوتبال زنان، لیگ برتر فوتبال زنان ایران، در حالی به هفته 14 رسیده که خاتون بم پر افتخارترین تیم رقابت ها در صدر جدول قرار داره. در این بخش خلاصه دو تا بازی هفته 13 رو میبینیم که جمعه برگزار شد، تقابل پیکان البرز و زاره باتری سنندج که 2-1 به سود البرزی تموم شد و مساف سپاهان با ایساتیس نماینده فارس که با پیروزی 4-2 شاگردان مریم ایران دوست در سپاهان همراه شد. ببینیم. این بازی‌ها جمعه هفته گذشته برگزار شد، بازی‌های این جمعه رو روز دوشنبه تقدیمتون می‌کنیم. اما بریم سراغ بازی فولاد و پرسپولیس که در ورزشگاه نسبتاً آبرومند فولاد آرنای اهواز با هم بازی کردند. این بازی به این دلیل که شورای تأمین استان خوزستان موافقت نکرده بود بدون تماشاگر برگزار شد، دیداری که میتونست با حضور تماشاگرای خونگرم خوزستانی رنگ و بوی دیگه‌ای داشته باشه. فولاد هفته سختی رو پشت سر گذاشته بود، چون تنها باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا درگیر آخرین روزهای فصل نقل و انتقالات بود تا بلکه بتونه کمی خودش رو برای بازی روز اول اسفند برابر الفیصلی عربستان تقویت بکنه. ما در ادامه برنامه در مورد مهمترین انتقالات نیم فصل هم صحبت میکنیم. اما پرسپولیس با 3 پیروزی پیاپی تونسته بود شرایط مناسبی رو در صدر جدول داشته باشه، هم به این دلیل هم به خاطر 2 پیروزی در 2 فصل گذشته در این ورزشگاه مقابل فولاد. پرسپولیس از نظر روحی در وضعیت خیلی خوبی وارد این بازی شد. مساف جواد نکونام و یحیی گل محمدی، 2 بازیکن ارزنده پیشین تیم ملی در کسوت سرمربی های دو تیم، معمولا جذابیت های زیادی داره. بریم مهمترین لحظات بازی فولاد و پرسپولیس رو به یاد بیاریم. قرمز توشه فولاد توپ رو در اختیار میگیرن، آقایی به پهلوان، حالا بلند میترسه روی دروازه، تورس و توی دروازه، یه سوپر گل از روبرتو تورس، بازی رو 1-0 میکنه. تکنیکش رو روی این ضربه نشون میده. این فقط دیریب کردن بازیکنان نیست، این تکنیک والی زدنه با بغل پا. یه سانتر بلند به روی دروازه از خود تورس، بیرانوند از دروازه بیرون اومده، درگیر شده با پهلوان، موفق پهلوان میفرسته به روی دروازه، از روی خط دروازه بولسیانی در اون شلوغی توپ رو بیرون میکشه. شانس آورد بیرانوند که بازیکن پرسپولیس اونجا بودن. جواد نکونام با داور مسابقه صحبت میکنه. بله، اعتراض جواد نکونام، کارت قرمز رو براش به دنبال داره. مود بنیادی فر داور مسابقه جواد نکونام رو اخراج میکنه. ترابی میفرسته به سمت محوطه جریمه، یه وقت خوب برای بازیکن پرسپولیس. دیاباته میخواد ضربه رو بزنه، اجازه کار بهش داده نمیشه. امین حزبابی بود که دخالت کرد. همه بازیکن پرسپولیس به داور اعتراض میکنن، اعتقاد دارن که داور باید پنالتی میگیره و نتیجش کارت زرد برای کماله.
پهلوان پشت توپ زمه رو تماشایی میزنه. بیرانوند توپ رو برمیگردونه. دیگه پرسپولیس بازی مستقیم رو در دستور کارش قرار داده. یه بار دیگه دیاباته. کریستوفر نت توپ رو در اختیار میگیره. آخرین شانس پرسپولیسیا برای گرفتن تک امتیاز از اهواز. یه حرکت خوب از ترابی میفرسته روی دروازه. پورعلی گنجی، بازم کریستوفر نت و بعدش هم حزبابیه که توپ رو از اونجا دور میکنه. بابایی پرتاب آکروباتیک و زیباش به محوطه جریمه. موقعیت برای بازیکن پرسپولیس. کمال کامیابی نیا، توپ روی پاش جفت و جور نمیشه. امیری و ضربه این بازیکن که از بالای دروازه به بیرون رفت. همچنان یکیچ فولاد. آخرین شانس پرسپولیس برای رسیدن به گل همین توپ هست. وقتی تلف شده مسابقه و بازم کریستوفر نت اجازه نمیده دروازه فولاد باز بشه. و اینم سوت پایان مسابقه، پیروزی یکیچ فولاد در مقابل پرسپولیس. بله، آمار بازی نشان از برتری پرسپولیسی داره. مالکیت 68-32، شوت‌ها 11-8 برای پرسپولیس. تعداد پاس پرسپولیس خیلی بیشتر بود و 633 تا پاس دادن اما نتونستن گل بزنن. بازی محکمی بود، یه صحنه مشکوک داشت و به نظر می‌رسید که روی شیخ دیابات خطای رخ داده باشه. بازم نبودن VAR به چش اومد. بازم میگم که ما راجع به داوری فعلا صحبت نمی‌کنیم. در روزهایی که در همین جنوب خلیج فارس خودمون دارن از آفساید نیمه خودکار در لیگشون استفاده میکنن با آخرین فناوری روز دنیا، ما همینجا موندیم و متوقف شدیم. الان 6 7 سالی که از خود VAR هم عقبیم. روبرت تورس بازیکن با ارزشیه برای فولاد، میتونه باشه. 11 سال و 322 تا بازی و 58 گل برای اوساسونا که واقعا درخشیده. این بازیکن 33 ساله فقط به 22 دقیقه زمان نیاز داشت تا کلاس بازی خودش رو نشون بده. شب بعد پرسپولیس که حتی با تغییرات یحیی هم به جایی نرسید. پرسپولیس ما تقریبا اینو که پرسپولیس چرا باخته. محمد ببین، من فکر میکنم غافلگیر شد واقعا پرسپولیس، چون تیم جواد نکونام از فصل گذشته، این فصل که شروع شد، اون تیمی نبود که ما از تیم نکونام انتظار داشتیم. این تیم فولاد کاملا عوض شد. در واقع اشکان دجاگه، ووریا، غفوری، کولیبالی، پاتوسی، اینا بازیکنایی هستن که معمولا توان جنگ و دعوا رو ندارن، چون 30 سالگی رو رد کردن. دقیقاً برای همین قدرت دوندگی و اون تیمی که همیشه در اختیار تفکرات جواد نکونام بود، این فولاد اون فولاد نبود. ولی این بازی کاملا همون فولاد شد. ما می‌بینیم برای اینکه این مشکل به خاطر این پاتوسی خیلی سال گذشته تو فولاد نقش پررنگ در واقع مسائل فنی در مورد بی‌انضباطی خیلی اذیت می‌کرد. راحت گذشتش کرد اما چیکار کرد؟ رفت یه بازیکنی که دقیقاً مثل پاتوسی بازی میکنه اما به مراتب حرفه‌ای‌تر، به مراتب کیفیت بازیش بالاتر، که همون روبرتو تورزه که همین امروز و تو همون اولین بازی نشون داد چه نقشی داره، چه نقش پررنگی داشت. بازی که شروع شد به نظر این صحنه‌ای که به نظر خیلی مهمه که به گل میرسه، یک فضایی برای تورس اونجا به وجود میاد. ببین این فضا تا لحظه‌ای که توپو میکنه تو گل است. اینجا مشکل خط پرسپولیس که سریع بود برگردم. اینجا وقتی توپ سعید آقایی میفته، بازم میگم یه زمانه یه سعید آقایی چطور وقتی حرکت میکنه دو تا بازیکن رو با خودش میبره. این رفتن یه بازیکن همیشه وقتی یه بازیکن حرکت میکنه یعنی یک جای فضا به وجود میاد. اون فضا به وجود میاد و پهلوان بی‌نظیر از این صحنه استفاده میکنه. شما اون برای یادتون نره، ببینید تورس همینجوری وایساده. پهلوان ارسال میکنه تو نقطه کور خط دفاع پرسپولیس. یه مقدار علی نعمتی خیلی جلو، البته اومده اون بازیکن رو در واقع پوشش بده، ایراد نداره. مقصر نیست. اون پشتش فضا به وجود میاد، نقطه کور خیلی سخته برای بازیکن جمع. اما ضربه تورس واقعا دیدنی بود. اما من یه چیز داشتم توضیح میدادم. الان این صحنه رو شما نگاه کنیم. علی نعمتی رو شما نگاه کنید چطور چرخید. ببین اگر علی نعمتی به جای اینکه به سمت راست خودش بچرخه، همون موقع به سمت چپ خودش میچرخید، میومد جلوی توپ. اما وقتی به سمت چپ خودش چرخید کلا از بازی خود. این چرخش خیلی مهمه. فوتبال همینه، شما یه جوری بچرخی که بیای جلوی توپ. این یه جوری چرخید رفت پشت توپ و همین فکر نمیکرد که تورس از همونجا بزنه. من همینجا فقط از علی نعمتی ایراد میگیرم. اون فضای بسیار و یحیی هم تعویضش کرد و این چرخش ببین این چیزای نکتهایی که واقعا تحصیل مدافع باید بدونه چطور بشه خرج سوت خودش رو برسونه جلوی دفاع. و نقطه مهمتر ضرباتی که در واقع تورس میده، تمام کارها رو تورس انجام میده. اما اگه یادتون بیاد هفته پیش ما چی گفتیم؟ بیرانوند شروع مجدده خیلی خوب. نقطه خیلی در واقع میتونم جزئیه دیگه، اما این کار فولاد خیلی خوبه. حزبایی به محض اینکه توپو میگیره در واقع
بیرامن اجازه بازیزی بهش نمیده، جلوش نمیگیره. باز خیلی‌ها میگه آقا این تو مدارس فوتبال میشه. فوتبال همون مدارس فوتباله. همین جزئیاته. دقیقاً همین چیزاست. یک بار دیگه اجازه نمیده در واقع اصلا استفاده کنه. باز ارسالای تورز ببینید واقعاً تو ارسالا همون ببین یه بازیکن با کیفیت همون ابتدا خودش نشون میده. میاد تاثیرگذاری خودش نشون میده تو همه جای زمین. تکنیک فقط دریبل زنی نیست، اینم تکنیکه. خیلی خوب بود ارسالاش، بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود. بازم میگم هر توپی که دقیقاً داشت نقش پاتوسی رو در فولاد پیاده میکنه. پاتوسی که این روزا خیلی خوب نیست و خیلی خوب فهمید که جواد نکورا این مشکل چجوری برطرف کنه. اما ببینیم پرسپولیس چه مشکلی بود. ببین به معنی که بازی شروع میشه خیلی جالب بود برای من. من دیدم که مهدی ترابی برگشته اومده تو خط میانی و عقب‌تر بازی مستقیم انجام میده. البته دقایق آخر پرسپولیس دیگه توپ بلند می‌ریختن. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نمی‌تونستن برسن. برای همین چون کنه دروازه‌بان کوتاه‌قامتیه، حتی ما دیدیم دقایق آخر بولیسیانی هم رفت تو حمله. در واقع مهدی عبدی اومد، بولیسیانی، شیخ دیابته، تو بره ارسال بشه. شما تو این شهر برای اینکه به گل برسی خیلی مهمه ارسال مناسبی داشته باشی دیگه. پرسپولیس سعی می‌کرد بازی مستقیم بکنه، از توپای دوم استفاده کنه. تو این شهر معمولاً شانس اقبالم با داشته باشه. درست کارش هم درست، توپای دومی تو این صحنه خیلی خوب گرفتم. من نمی‌دونم این صحنه پنالتی بود یا نه، ولی میتونست باشه. بالاخره داور نگه، من واقعا همیشه حقو به داور میدم تو این صحنه. اما نکته ای که خیلی مهمه، تو وقتی میره کنار خیلی دفاع تیم در واقع فولاد ضربه پذیر میشد. توپ که میره کنار خیلی مهمه. موقعی تو میره کنار شما با تعداد نفرات مناسب توی یک قدم داشته باشید دیگه. دقیقه چنده؟ دقیقه 90. ارسال مناسبه اما تعداد نفرات توی 18 قدم خیلی کمه. وحید عمیدی بود سری خودش می‌رسون، کامیابی نه خودش رسون، اما ببین چند نفرن؟ 3 در مقابل 5. وقتی تعداد نفرات کم باشه شما شانس گلزنیت هم میاد پایین. ارسال مناسب بود، تعداد نفرات کم بود. اما یه زمانی هست که شما کار درست انجام میدید. ببینید بازی مستقیم، بازم توپ دوم، اینجا دیاباته یک دقیقه دقت کرده بود توپ به گل تبدیل میکرد. بازم میگم بازی استفاده بازی مستقیم گرفتن توپای دوم. اما این صحنه به نظر من اوج کار پرسپولیس تو بازی بود که وقتی یک دفاع شما رو تحت فشار میذاره یک تیم و اجازه نمیده در واقع هیچ فضایی که شما بتونید کاری ترکیبی بکنی، پاسای کوتاه بکنی، تو بود بره کنار دیگه. شما به حرکت پورعلی گنجی نگاه کنید، از کجا داره حرکت میکنه. واقعا این صحنه بیدنی بود. توپ میره کنار، یک دو در مقابل دو میشن، به راحتی اون فضا رو استفاده میکنن. ارسال دی، یعنی چند نفر توی قدم هستن؟ 6 نفر. این توپ بود گل میشد. یعنی واقعا اگه این توپ گل میشد بی‌نظیر. ترابی هم خوب فرستاد. همه چیز عالی بود. دروازه‌بان توپو گرفت. خب دیگه اینجا شما دیگه کاری نمیتونی بکنی. همه کارو کردی، دروازه‌بان توپو گرفته، در مدافع در واقع مانع شده. اما وقتی دقیقه 97 همین صحنه تکرار میشه. بازیکن توپو گرفته، توپو به جای اینکه بیاری رو پای چپت، 6 نفر اونجا هستن. همون موقع برو پای راست ارسال کن. شما 6 نفر سرزن فرستیدی برای چی؟ برای ارسال دیگه. دقیقه 90 شاید امیدوار بود دروازه‌بان مثلا رو ریباندش گل بزنن. اصلا این طور نیست. شما این همه بازیکن سربلند بلندقد فرستیدی تو زمین، رفته توپ کنار برای چی؟ که ارسال بشه دیگه. شما توپ میای رو پای چپت که بتونی. میگم که بعضی مواقع بازیکن ها یادشون میره که باید در اختیار تفکرات مربی، مربی تمام این کارا رو انجام، توپ بره کنار ارسال بشه، بازیکن میگیره شوت میزنه. ولی در حال به نظر دواخر بازی، بازی خیلی دیدنی شده بود. بله بازی دیدنی بود و البته پرحاشیه. بعد از پایان مسابقه دیدیم که تعداد زیادی از افراد متصل به دو تیم، حالا چه مربی، چه کمک مربی و سایر نفرات و بازیکن‌ها، مصاحبه‌های وحشتناکی کردن و در واقع فکر می‌کنم که مسائل حاشیه‌ای مسابقه در طول مسابقه هم خیلی پررنگ بود که ما دیگه واردش نمی‌شیم. بریم سراغ بقیه بازی‌های هفته 17. پیکان و مس که ما بازی کردن، زوبهن و تراکتور آلومینیوم سطح نفت. گزارش آیدین مقیمی رو میبینیم. بخیر خدمت همه شما مخاطبین عزیز. در یکی از سه بازی همزمان هفته 17 لیگ برتر، امروز زوباهنگ بعد از 4 هفته نبردن با حضور محدود تماشاگرانش در فولادشهر میزبان تراکتور بود. دقیقه 14 برخورد خطرناک بین دو بازیکن باعث شکستگی سر امیرحسین صدقی شد. چه اتفاقی افتاده؟ محمد حسینی مدافع تراکتور رو با آمبولانس راهی بیمارستان کرد و بازی هم 10 دقیقه متوقف شد. اتفاق تلخیه که فعلا رخ داده. رضا عسلی دقیقه 30 گل اول میهمان رو با پاس شاهین ساقبی زد. دوباره موقعیت هست. رضا عسلی و توی دروازه و حساب کار 1-0 میشه به نفع تراکتور. خوشحالی هم نمی‌کنه رضا عسلی. دقیقه 33 روی بی‌احتیاطی مدافعین تراکتور، پیام حیدری یک پنالتی برای زوباهن گرفت و محمد رضا سلیمانی گل تساوی میزبان رو زد. بازی به تساوی کشیده میشه و محمد رضا سلیمانی حساب کار 1-1 میکنه. نیمه اول دو اتفاق مهم دیگه هم داشت.
پوریا پورعلی دقیقه 45 از بازی اخراج شد. کارت زرد نشون میده و اخراج. و رضا اسدی با پاس ریکاردو آلوز شاگردان پاکو خمس رو برنده به رختکن فرستاد. دروازه باز میشه و باز هم رضا اسدی دروازه رو باز میکنه. تیم ده نفره زباهن برای رسیدن به گل مساوی حتی اخباری رو هم تسلیم کرد، اما محمد آقاجانپور یکی از زیباترین بازی‌های دفاعی فصل رو به نمایش گذاشت و مانع از این کار شد. اولی با پا، دومی با سر. دوباره آقاجانپور و چیکار کرد توی صحنه مدافع تراکتور؟ دقیقه 63 همزمان با امضای پیروزی تراکتور یک اتفاق ویژه هم افتاد. پاس گل داد و رضا اسدی هتریک می‌کنه در این مسابقه. اولین هتریک فصل جدید لیگ برتر و رضا اسدی که حتی برای خلق این رکورد هم شادی نکرد. و بله، سوت پایان مسابقه رو به صدا در میاد. آلومینیوم که سه هفته متوالی طعم برد رو نچشید در عراق میزبان صنعت نفت آبادان بود. بازیکنان آلومینیوم این ضربه قشنگ و زیبا. پنالتی محمد رضا آزادی دقیقه 33 میزبان را پیش انداخت. خلاف جهت توپ را درون دروازه قرار داد. هانسل زاپاتا قبل از پایان نیمه اول اختلاف رو دو برابر کرد. حالا گروسیان و گل. گل دوم. صنعت نفت نیمه دوم رو طوفانی شروع کرد و اگرچه دقیقه 50 حسین پورحمیدی ضربه پنالتی طالب ریکانی رو مهار کرد، اما 5 دقیقه بعد میثم تویی‌دست یکی از دو گل حریف رو جبران و تیم جنوبی رو کمی امیدوار کرد. توی دروازه قرار میگیره. اما دقیقه 83 سوپر گل محمد رضا آزادی حرف و حدیثی برای سه امتیاز شاگردان مهدی رحمتی باقی نگذاشت. آزادی ضربه گل، گل، گل. جوان اول این روزهای آلومینیوم. پنجمین هفته بدون برد برای آبادانی ها. مثل کرمان بعد از برد روحی بخش هفته قبل برابر نفت مسجد سلیمان به زمین پیکان رفت. بعد از یک نیمه اول نچندان گرم شاگردان مشتبه حسینی دقیقه 65 صاحب یک ضربه پنالتی شده. پشت توپ خود ایمانی میزنه و گل. ضربه غلامرضا ثابت ایمانی کافی بود تا پیکان بعد از دو باخت پیاپی با سه امتیاز این بازی تا رتبه دهم جدول بالا بیاد. مثل کرمان سه. هرچی بخوام راجع به نکات منفی لیگ ایران صحبت نکنیم نمیشه. این بازی آلومینیوم و صنعت نفت رو که دیدید فقط با یه تک دوربین ضبط شده بود. حالا چه جوری این اساتیدی که اونجا در فدراسیون فوتبال هستند و در صدا و سیما هستند میخوان وی ای آر رو اجرایی بکنن در فوتبال ایران، وی ای آری که احتیاج به دوربین های متعددی داره با کیفیت بالا، همشون باید اچ دی باشه، دوربین قدیمی نباشه، که این دوربین همه قدیمی ان توی ورزشگاه های ما و میبینید که تصاویر کیفیت لازم رو نداره، مشخص نیست. محمد راجع به حالا خود بازی صحبت بکنیم، فکر می‌کنم که اسدی خودش فکر نمی‌کنه که هتریک بکنه، یه زمانی نوک حمله بازی بکنه و فکر می‌کنم که خیلی خوب خمس پیدا کرده که چه جوری بعدش بازی بگیره. دقیقاً من یه نکته رو بگم، مثلا من خیلی دوست داشتم همین بازی آلمانی و عراق می‌دیدیم گلای خوبی زد محمد رضا آزادی، دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم، اما اینقدر تصویر بده که اصلا نمی‌تونیم صحبت کنیم واقعا. اما در مورد اسدی من فکر کنم یه کار خوب خمس انجام داد. ما این چند از سال گذشته که اسدی دوباره برگشت تو فوتبال ایران، نمیخوام کلمه تنبل رو به کار ببرم، یعنی یه مقدار بازیش محدوده بازیش کمتر شد، اما تواناییش داره، یعنی هم خوب سر میزنم، خوب شوت میزنم، حس گلزنی خوب داره. قبلا خط دفاع بازی میکرد، خط میانی بازی کرد، الان خط نوک حمله بازی کرد. ببینید این موضوع که تو خط حمله کمتر نیاز به این داره که در واقع تلاش کنه، دعوا کنه، بیاد عقب، این وظیفه‌شو کمتر کرده، برای همین اونجا وامیسه و با حضور بازیکن مثل آلوز که بی‌نظیر پاس ارسال میکنه، یعنی شما لازم نیست فقط اونجا رو وایسا اون لقمه بخوره ما میکنه میزنه تو بعد بکنی تو گل. و چون واقعا اسدی این ضربات خوب میزنه، نباید، درست اسدی سه تا گل زد، داره خیلی خوب بازی میکنه، واقعا اگه اشتباه نکنم لوکادیو الان 6 تا گل زده، 6 تا گل زده، آقای گل بازی هم آقای گل همچنان مونده. اسدی بیا 3 تا گل بزنه خیلی خوبه. حال به قول اسدی هم 6 گل شد، 6 گل شد، بازم عباس دادم 6 گل، دقیقاً 3 تا 6 گل داریم و تازه بعد از این 17 بازی خیلی آمار بدیه، دو تاشون از تراکتورن. ولی واقعا من فکر می‌کنم یه سری بازیکن‌ها وقتی به فوتبال ما میان واقعا آدم خوشحال میشه، مثل تورز الان و آلوز
تیم تراکتور که بین بله که البته استقلال دنبالش بودن و نشد. در این بحثم یه کوتاه راجع به مهمترین و آخرین تحولات فصل انتقالات زمستانی صحبت بکنیم. البته زیادم اتفاقات بزرگی در فصل نقل انتقالات زمستانی نیفتاد، کوتاه اشاره میکنیم که تیم‌های مختلف چی کار کردن. بریم سراغ از فکر می‌کنم پرسپولیس شروع می‌کنیم. عیسی آل کثیر رو دوباره گرفتن چون بازیکن آزاد بود و دوباره برگشت به پرسپولیس. لیاندرو پریرا از تیم گامبا اوزاکا اومد. پریرا 31 سالشه، یه بازیکن قد بلند و سر 90 سانتی متریه. او بهترین آمار گلزنیش رو در فصل 2019-20 به جا گذاشته، زمانی که با پیرهن سانفرس هیروشیما در جی لیگ در 37 مسابقه 22 تا گل زد. و بریم سراغ پیکان که رشید مظاهری رو از تیم سپاهان گرفت. مظاهری با امید بازی ثابت از استقلال به سپاهان رفت، اما فقط 16 تا بازی اونجا انجام داد و به پیکان رفت. امروز هم بازی کرد برای پیکان. تراکتور حامد پاکدل رو از پرسپولیس گرفت. در فهرست خروجی‌های یعقوب محمدی قرار گرفته بود نام حامد پاکدل. پاکدل در مجموع در 25 بازی تونست 5 گل برای پرسپولیس به ثمر برسونه. فولاد یه مقدار پرکارتر بود چون در آسیا میخواد حضور داشته باشه. تیمش هم همچی خوب نبود. روبرتو تورس همونطوری گفتیم از اوساسونا به خدمت گرفت. سعید واسعی از تراکتور، محمد نژاد مهدی از سپاهان، سینا مردی از سمت طرف آبادان و یوکیا سوگیتا بازیکن آزاد. سوگیتا بین سال 2018 تا 2020 در تراکتور بازی کرده بود در لیگ ایران. گلگهر محمدرضا حسینی سپاهان رو به طور قرضی به خدمت گرفت. او در این چند بازی آخر توسط جوزه مورایس مربی سپاهان نیمکتشی شده بود. حسینی برای اولین بار از 8 سال پیش میخواد خارج از اصفهان بازی کنه چون قبلش برای زبان 4 فصل بازی کرده بود. و هوادار مسعود شجاعی با تجربه رو گرفت از نساجی که در 38 سالگی هنوز داره بازی میکنه. هافک خوشنقش و تکنیکی فوتبال ایران در نساجی 28 تا بازی کرد و 2 گلم به ثمر رسوند. و بریم سراغ بازیکن‌های آزاد. سیاوش یزدانی که توی استرال سر نخواستنش دعواست. استرالیا اونقدر دست و دلباز اول فصل قرارداد بسته بودن که کسی دلش نمیخواد از اونا جدا بشه به جز سیاوش یزدانی که یک طرفه قرار شد که باش فصل بکنن و این کار رو انجام دادن و شاید تبعاتی هم براشون داشته باشه. از بک آمانوف و سجاد شهبازداده هم کمابیش همین وضعیت رو دارن. بازیکنهای مهم آزاد دیگه که بخوام اشاره بکنیم، کاوه رضایی بازیکن تراکتور و وریا غفوری بازیکن فولاد که در فرست بازیکن آزاد قرار گرفتن. یه کوتاه راجع به بازی ها در واقع این بازیکن ها با محمد صحبت بکنیم. محمد رو بازیکن آزاد فکر می‌کنم که یکی دو تاشون بازیکن خوبی هستن، یعنی هر سه تاشون که اسمشون رو بردیم بازیکن خوبی هستن اما وضعیت مشخصی ندارن. ما از وریا غفوری شروع کنیم که من اعتقاد دارم که تو این چند سال اخیر تو این مسائل اجتماعی بی‌نظیر بوده، شجاعانه وایستاده، خیلی خوب بوده. واقعا من هیچ شک و تردید تو این موضوع ندارم که خیلی نیازمند حمایت. اما نظر کیفی انقدر خوب بوده؟ دقیقاً می‌خوام همینه بگم. جامعه فوتبال حمایت شد. حالا در استقلال من که فکر نمی‌کنم. دقیقاً در فولاد شد اما علاوه فنی واقعا اون ووریایی که ما ازش انتظار داریم نیست. 35 سالگی نمیتونه دیگه. من هر کس غیر از جواد نکونام بود شاید اعتقاد داشتم ممکن بود از فشار از یک جای دیگه بود، اما اعتقاد دارم کنار گذاشتن ووریای غفوری از ترکیب فولاد فقط و فقط فنی بود. شما میبینید بازیکن دیگه هم کنار گذاشته شدن چون فولاد نتایج خوبی نمیگیره. همین همیشه ما در برنامه حقایق رو میگیم. دلیلی نداره که بیایم بی جهت حمایت بکنیم از بازیکن. دقیقاً فوتبالیست اومده جایی که هیچ کس نمیخواست به فولاد اومد، به پاش وایساد، بوریا رو آورد. پول خوبی هم گرفته. پول خوبی گرفته. در این واقعاً یه قرارداد خوبی براش بسته شده. حتی 40% قراردادش هم گرفت جلو و میتونم بگم که تو این شرایط بهش هم فرصت داده شد بازی کنه. حتی وقتی اتفاق براش افتاد که بازداشتن ما دیدیم فولادیا تامین رو تعطیل کردن، اصلا اجازه ندادن که بیاد. اما یه مربی همیشه من میگم یک مربی باید وقتی از یک بازیکن حمایت میکنه همه وجودش میذاره. این وظیفه بازیکن هم هست که برای مربیش فوتبال بازی کنه. به نظر من وریا غفوری حالا به دلایلی ممکنه مسائل خارج از این بوده اون وریایی نبود که ازش انتظار میره. علاوه فنی کنار گذاشتن وریا غفوری از فولاد به نظر من فقط فنی بوده و وریا غفوری باید بدونه درست شخصیت خاص خودش داره، برای همه ما قابل احترامه، اما اگه فوتبالیست قوی نباشه. فغانی قوی بود کجاش که سری رفت استرالیا. یحیی گل محمدی مگه همه دنبالیم یحیی گل محمدی دو تا باخ بزنش بیرون، اومد 4 5 تا بازی رو بود دیگه در دست داشت. بوریا باید فوتبالش، البته میدونم شرط سنش زیاده و یه مقدار سخته، باید قبول کنه همه ما این اتفاقات برامون افتاده و ما رو گذاشتن کنار، خیلی سخته، اما امیدوارم که یه انتخاب خوب داشته باشین اواخر فوتبالش موفق باشه.
بله، میخوام یه نگاهی به جدول لیگ برتر بندازیم. پرسپولیس با وجود باخت امروز همچنان 35 امتیازی و صدر نشینه و سپاهان با پیروزی مقابل نساجی 33 امتیازی شد، همونطور که محمد هم اشاره کرد فاصله 2 امتیاز شده. الان گلگهر و استقلال 30 امتیازی هستن، دارن با فاصله کم دیگه تعقیب میکنن صدر نشینه جدول رو، تفاضل گلشون فرق میکنه. تراکتور تا رتبه 5 جدول خودش رو بالا کشید، مثل رفسنجان با 12 تا مساوی فقط یه باخت، یه آمار عجیب و غریب رو به جا گذاشت و ششم جدول. آلومینیوم عراق و فولاد هم 24 امتیازی شده، در نیمه بالای جدول قرار دارن. در نیمه پایین جدول میرسیم به نساجی مازندران که 21 امتیازی رده نهم رو در اختیار داره. هوادار پیکان، زباهن، ملوان و مس کرمان در رتبه بعدی قرار دارن. دو تا تیم نفتی، صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان در رده های پایین جدول قرار دارن و در منطقه خطر به در واقع خطر صعود به دسته پایین تر. و برنامه هفته 18 هم با هم مرور بکنیم. 4 بازی روز چهارشنبه 12 بهمن برگزار میشه، جدال حساس تراکتور و فولاد در تبریز، دیدار تیم های شمالی لیگ برتر ملوان و نساجی در بندر انزل، یه بازی داربی خواهد بود. سپاهان و گلگهر در اصفهان یه بازی حساس دیگر انجام میدن. پرسپولیس در آزادی میزبان آلومینیوم عراق. 4 بازی امروز پنج شنبه برگزار میشه. 13 بهمن ما از جمله بازی مس کرمان و استقلال در کرمان. محمد یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم، یک دقیقه پایین برنامه است. من فکر می‌کنم تو این شرایطی که ما یادمون رفت که بگیم که اضافه شدن رضا عینتی به تیم نفت مسجد سلیمانه، من اعتقاد رضا عینتی یکی از مربیای جوان و آینده‌دار فوتبال ماه. نمی‌خوام واقعا تیم بد بگم، اما اعتقاد دارم یه مقدار باید صبورتر بود. یعنی انتخاب مسجد سلیمان با شرایط فعلی یه درسته میگه خب من اومدم تیمم داشت می‌رفت، اما رضا عینتی می‌تونست مقدار صبورتر باشه، ایراد نداره، اما یک خیلی کار سختی داره. کار سخته. در واقع نفت مسجد. متشکرم محمد تقوی، مثل همیشه ما رو همراهی کرد در این برنامه، نظرات کارشناسی خوبش استفاده کردیم. به لحظات پایان رسیدیم. ما این هفته از این هفته دوشنبه شب هم راز ساعت 11 شب به وقت تهران همراه شما خواهیم بود. در برنامه دوشنبه شب بجز بررسی مسائل مشکل فوتبال ایران به فوتبال اروپا هم میپردازیم. تا دوشنبه شب خدا نگهدار شما.